اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله من الآن إلى لقاء يوم رحمة الله موضوع بحث بندادر در مورد سال روز ورود بابركة حضرت فاطمة معصومة سلام الله عليها در شهر مقدس قوم است و در این مورید بنده مطالب را تهیه دیدم که خدمت بینندگان محترم تقدیم می کنم به امید این که مورید استفاده قرار بگیرد موضوع صحبت هایم را در چند محور قرار دادم در قدم اول تلاش می کنم چند تا منبعی نسبتا مهمی که در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نوشته شده است خدمت شما بینندگان گرامی و محترم ارائه کنم تا اگر دوستانی بیشتر بخواهد مطالعه کند در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و بهره بگیرند این منابع را با آشنا باشد و نکته دوم مختصری از زندگی نامه حضرت فاطمه معصومه را خدمت شما ارائه می کنم و بعد علل ورودی حضرت به ایران و قوم و سرانجام پایان بخشی بحث ما در مورد آثار و برکاتی است که از ورودی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قوم متوجه مسلمانان و شیعیان می شود اما بخش اول در ابتدا چند تا از منابع را که بخواهم معرفی کنم این منابع عمدتا منابع جدیدی هست که در طی سه دهه اخیر نوشته شده است در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در برخی از جاها وقتی انسان در کتاب شناسی مطالعه می کند و بررسی قرار می دهد، تا چهیل تا منبع یا بیشتر یا کمتر از آن بیان شده است بنده چند تا را گزینش کردم یک کتابی هست که آقای اشتهاردی محمد محمدی اشتهاردی نوشته تحت عنوان حضرت معصومه فاطمه دوم این یک کتاب هست که دوستان اگر خواستن تهیه کنند و مطالعه کنند کتاب دوم هست که جناب آقای علی اکبر مهدی پور از علمای برجسته قوم این کتاب را نوشته تحت عنوان کریمه اهل بیت که در مورد حضرت فاطمه معصومه هست و کتاب دیگری هست که به زبان عربی هست زیارت کریمه اهل بیت که جناب آقای محسن آل اصفور بهرانی نوشته و کتاب دیگری هست در مورد معصومه قوم که این کتاب را حضرت آیت الله سید تقی تبابایی طبع نوشته است کتاب دیگری هست نگاهی به زندگی حضرت فاطمه معصومه که غلام رضا حیدری این کتاب را نوشته کتابهای دیگری نیز در این مورد وجود داره که بنده از آن صرف نظر می کنم به خاطر زیقی وقت اما بحث دوم یعنی مختصر از زندگی یا بیوگرافی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اگر بخواهیم شخصیتی با فضیلت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام و علیها را مورد بررسی قرار بدهیم یکی از چیزهایی که معمولا مرسوم است تاریخ تولد حضرت هست تاریخ تولد یک شخصیت هست که در مورد حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها نوشتن که در سال 173 هجری قمری حضرت در مدینه منوره دیده به جهان گشود و در مورد تاریخ تولدشان هرچند اختلافات هست اما معروف و مشهور اینه که در اول زیقعده سال 173 حضرت دیده به جهان گشود در شهر مدینه منوره و در یک خانواده با فضیلتی و با کرامتی که اهل علم و تقوا و معصوم بودند حضرت رشد و نمونه بودند و این خیلی معروف هست مادرشان نجم خاتون هست که خانومی با فضیلتی است و وقتی با امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه ازدواج می کنند بعد لقبی طاهره را به او میدهد یعنی پاک و منزه و این به خاطر مقام و منزلت و جایگاهی با عظمتی است که این بانو و مادری مکرمه حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها دارد پدر گرامیشان همان گونه که مستحضر هستید امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه هست امام شیعیان هست دارای اسمت هست و مقامی بالای هست و برادر مکرمش امام رضا صلوات الله و سلام علیه هست باز هم امام معصوم هست و امام هشتم شیعیان که دارای منزلت و جایگاهی بالا و بالای هست از اینجا می خواهیم این بحث را مطرح کنم که جایگاه انتصابی و نسب و خانواده فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها یک همچون خانواده پربرکتی هست که نسلا در نسل تاهیر و منظف و پاکند فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه در چنین خانواده بزرگ میشود و از مقام علمی و تقوا و عبادت و از اخلاق و ادب و انسانیت این خانواده بهرمند می میشود از پدرش کسب فیض میکند از برادرش کسب فیض میکند از برادران دیگری که دارند از همه اینها کسب فیض میکند و طبیعی است که بخش اول و مهم و عمده شخصیت انسان در درون خانواده انسان شکل میگیرد و حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها هم که منصوب به چنین خانواده با عظمتی هست از اونها کسب فیض میکند و کسب علم و دانش میکند که برخی در مقام فضیلت و جایگاهی بزرگواری حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها نویشتند که او مانندی حضرت زینب صلوات الله و سلام علیها عالمه غیر معلمه هست یعنی او هم از جانب خداوند تعلیم داده شده و مقام و جایگاهی با فضیلت و بالایی دارد در مورد فضیلتی این بانوی مکرمه صرفا دو نکته را خدمت شما اشاره می کنم و بیان می کنم و همین کافی هست که انسان فضیلت و جایگاه این بانوی مکرمه ای اسلام را در یابد و بفهمد و به او آشنا بشود نکته اول در مورد حدیثی است که از ساحت مقدس رئیس مذهب امام صادق صلوات الله و سلام علی نقل شده است که این حدیث در کتاب شریفی بهار الانوار و در منابع روایی دیگری ما آمده است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود و این روایت خیلی معروف و مشهور هم هست شاید بسیار از بینندگان مکرر هم شنیده باشد که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می برای خداوند حرم است و اون حرم مکه مکرمه است و برای پیامبر خدا هم یک حرم است و بارگاهی است و بارگاهی برای عظیم و شهر اسلام مدینه منوره هست و برای امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هم حرم و بارگاه است و آن عبارت است از کوفه و بعد وقتی به خودش میرسد مگه برای من و فرزندانم که بعد از من هست هم یک حرم و بارگاه است و این حرم و بارگاه شهر مقدسی قوم هست که بعد از من خانمی مجلل و مکرمی به نام فاطمه فرزند حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه این بانوی مکرمه در این شهر می رود میماند و بعد در همان جا رحلت میکند و در فضیلت و جایگاه این بانو همین بس که در ادامه همین حدیث شریف آمده است که این بانو شعیان ما را در قیامت شفاعت میکند و هر کسی را که شفاعت کند و مشمول شفاعت این بانو قرار بگیرد او وارد به هیشت میشود و به همین خاطر هم هست که در زیارتش آمده است یا فاطمه شفعیلنا فی الجنه فاین لکه الله شعن من الشعن ای فاطمه ای معصومه ما را مورد شفاعت خیش قرار بدهی در جنت و برای اینکه انسان وارد بهشت بشود زیرا شما دارای مقام بالا و والا هستی فان این لکه شعنم یعنی شأن و منزلت و جایگاهی بالایی در نزد خدای بزرگ دار و نکته دومی که در مورد فضیلتی این بانوی مکرمه روایت شده و نقل شده اینه که برای خانم صرفا دو خانومی مکرمی هست در اسلام که دارای زیارتنامه معصور هست یعنی زیارتی که از جانب یک امام معصوم این زیارت نقل شده است یکی فاطمه زهرا صلوات الله و سلام و هست و دومین بانو فاطمه معصومه صلوات الله و سلام و, صلواته و ها میباشد می باشد و این خود جایگاه رفیع و والای فاطمه معصومه را میرساند و از امامزادگان هم صرفا معروف هست نقل شده که برای سه تا امامزاده هست که از زیارت معصور و زیارتی که از جانب امام نقل شده است بیان شده یکی حضرت علی اکبر صلوات الله و سلام علیه هست یکی حضرت فضل صلوات الله و سلام علیه هست و یکی هم یعنی سومی ساحت مقدس فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها می و این نشانگری فضیلت و جایگاهی والای حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها می باشد. در مورد مقام علمی این بانوی مکرمه هم در تاریخ روایت های زیادی بیان شده است و این هم نشانگر اینه که جایگاه علمی این بانو تا چه اندازه بالا و والا و ارجمند هست که نقل شده است و این روایت هم در منابع تاریخی مکرر بیان شده و آمده است که گروهی از شیعیان خدمت ساحت مقدس امام هفتم امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه مشرف شدند در مدینه وقت آمدند دیدن حضرت در مسافرت تشریف برده و در منزل تشریف ندارد بعد میگه اینها گفتن چیکاری کنیم سوال هایی داشتن و این سوال ها را مکتوب کرده بودند که در اون زمان رسم بودند حالا هم همین قسمی هست وقتی در یک مقام علمی پیش یک مشتهید می میرود معمولا استفتاءات و سوالات دارد سوال های اعتقادی سوال فقهی و امثال آن اینها هم گروهی از شیعیان این سواله ها را از قبل تنظیم کرده بودند آورده بودند تا خدمت امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه مطرح سازند و پاسخشان را بگیرند اما وقتی آمدند دیدن حضرت نیست لذا به فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه ها تقدیم کردند حضرت این سؤالها را مطالعه کرد و اینها هم گروه شیعیان منزل را ترک کردن گفتن ما فردا میاییم و وقتی فردا برگشتن دید همه این سوالها پاسخش مهیا شده و نوشته شده است در حالی که امام موسی کاظم هنوز سفر بر نگشته اینا خیلی تعجب کردند و این سوالها را حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها پاسخ گفته بودند و این را هم دوستان میدونند معمولا انسان وقتی سوال میکنند و سوالهای را تنظیم میکنند و اون هم گروهی از شیعیان مشکلترین سوالهایه که شاید کسانی دیگر جواب این را بلد نبودند که مراجعه کردند به ساحت مقدس و نورانی حضرت امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه و چون حضرت نبود به دخترش فاطمه معصومه تقدیم کردند و او هم جوابها را یعنی مشکل ترین سؤالاتی که مطرح شده بودن جوابهایش را نویشتن بعد میگه اینا این را گرفت ما چون یک بانو جواب داده بود لذا یک مقداری احساس ناراحتی می کردن و در دل این آرزو را داشتن که کاش خود حضرت را زیارت میکرد و سوالات را شخصا خود حضرت امام موسی کاظم پاسخ می گفتن. اما وقتی برمیگردند در مسیر را امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه را میبیند و خوشحال می شود و بعد جریان را نقل می کند و حضرت هم وقتی جوابها را می بیند که چقدر زیبا و عالمانه پاسخ گفتند در همون جا می فداها ابوها پدرش فدایش باد یعنی این جمله جمله کمی نیست به این منزلت و جایگاه رفی فاطمه معصومه صلوات الله و سلام و علیها را میرساند که چقدر جایگاهی رفع و والای حضرت داشته از لحاظ علمی از لحاظ عبادت از لحاظ تقوا از لحاظ تلاش اینها هست که در متون دینی زمینه تفاوت انسانها را فراهم میکند امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه فرزندان زیادی داشتند اما چرا از میان اون همه فرزندان امام رضا که خودش امام هست و همچنین فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها این قدر مطرح می شوند و این قدر جایگاهی رفیع و والایی دارند علتش همین مقام علمی تقوا عبادت و تلاشیه که حضرت داشتند روایت دیگری هم هست در تاریخ نقل شده که اون زمانی که امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه در زندان بودن که حضرت ساله های زیادی را در زندان سپری کردند باز هم گروهی از شیعیان می آمدن خدمت این بانوی مکرمه و سوالاتشان را برای او مطرح می کردن و از او جواب می شنیدن و این جواب ها همون جواب هایی بود که بعدا وقتی امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه زندان رهایی یافت و به او عرضه کردن همونا را تأیید میکردن لذا این مقام ارجمند علمی فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه را میرساند حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه جریان رحلت و شهادتش وقتی که در قوم تشریف میارند و این که چرا این مسافرت را انتخاب کرد این هم یکی از بحث های مهمیه که در همین جا لازم است مطرح بشود که علل ورودش به خراسان اون زمان به سمت رو که حرکت کرد و بعد آمد از اون را به ساوه و از ساوه به قوم تشریف آورد چی بود؟ یعنی چه انگیزه هایی وجود داشت؟ در اینجا وقتی ما شخصا خودم این بخش رو مطالعه می کردم یک شباهتی بین حرکت امام رضا صلوات الله و سلام علیه و حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها به سمت خراسان یک شباهتی بین این حرکت و حرکتی که امام حسین علیه السلام و, و حضرت زینب صلوات الله و سلام علیها به سمت کوفه داشتند یک شباهت های وجود داره در اینجا هم علت اصلی و انگیزه اصلی از حرکت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها به سمت خراسان زیارت برادرش بوده و این در منابع مختلف بیان شده و ذکر شده است و با توجه به این که حضرت امام موسی صلوات الله و سلام علی همسران متعددی داشتند نقل میکنند که امام رضا علیه السلام و فاطمه معصومه اینها از یک پدر و از یک مادر هستند هر دوش از مادرش نجم خاتون هست یعنی یک محبتی زیادی بین این برادر و خواهر وجود داشت به خاطر زیارت برادر حرکت کرد مدینه را ترک کرد به سمت خراسان حرکت کرد اما علتهای های دیگری هم بیان شده است که به طبع این دیدار بین خواهر و برادر علت دیگر را بیان کردند که در منابع تاریخی نقل شده البته منابع که شاید خیلی معتبر هم نباشه این نکته را بیان کرده که مخصوصا در منابع تاریخی متأخر این بیان شده است اینه که حضرت امام رضا صلوات الله و علیه در پی درخواستی معمون که وقتی درخواست کرد که حتما مدینه را ترک کند و به سمت مرو حرکت کند و مجبور کرد به یک نحوی امام رضا علیه السلام را تا بیاید در اونجا و ولایت اهدی را بپذیرد کین خودش داستان مفصل دارد در سال دو یا دویستی دو هجری قمری امام رضا به مرو آمد و مگه به ورودش به مرو و استقرارش در مرو نامه نوشت و این نامه را به غلامش داد و بعد تا به مدینه ببرد و حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها این نامه را بگیرد مطالعه کند و بعدش حرکت کند به سمت مرو میگه یکی از انگیزه ها همین نامه بوده البته بسیار نقل کردن که این در منابع تاریخی معتبر نقل نشده در منابع تاریخی غیر معتبر آمده دلیل دومی که بیان شده است اینه که حضرت به قصد زیارت برادر همراهی با گروهی از شعیان مدینه را ترک کرد و اصلا میگه این حرکت یک حرکت سیاسی تبلیغی بوده و پنج تا از برادران حضرت یعنی حضرت فاطمه معصومه و ای را همراهی میکرد با تعدادی از برادرزادگان و غلامان و کنیزان آدمای جنگجو بودن همراهی حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها و اینها به سمت خراسان حرکت میکنند و وقتی در ساوه میرسد در اونجا میگه البته اینجا هم اقوال مختلفیه بعضها میگه که عباسیان حمله کردن بر کاروانی که همراهی میکردن حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها را اما بعضا میگه تعدادی از راهزنان آمدن خون زدن و غافلگیر کردند و این اقوال گناگونی وجود داره اصلا در بعض منابع آمده که همچین چیزی اتفاق نیفتادن و درگیری روخ ندادن اما در بسیار از منابع معتبر این مطلب آمده است که حمله صورت گرفته و قطعا زد و خوردی صورت گرفته و تعداد از همراهان حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها در همون جا به شهادت میرسند بعد از این قضیه حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها خیلی متاثر و ناراحت میشود و ساوه به قصد قوم ترک می کند که در اونجا می گوید بیمار می شود و علت بیماری حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه را هم بیان کرده اقوال مختلف یا بعضا ها بیماری یک چیز طبیعی بوده بیمار شدن بعضها می گوید نه اصلا مسموم کردن تعدادی مسموم کردن حضرت فاطمه معصومه را و در برخی منابع هم آمده که از شدت ناراحتی حضرت فاطمه معصومه بیمار می شود چون برادرانشان را از دست دادن همراهانشان را از دست دادن نراحت می شود و بعد سوال می کند از آدم های معتمد اونجا قوم را چون قبلا قوم را شنیده بود و قوم جایگاه بسیار بالایی در تاریخ اسلام داره و معروف بودن لذا به سمت قوم حرکت می کند که در اینجا هم وقتی تشریف می آورد در روز 23 ربیع الاول بوده سال 201 هجری قمری و مورد استقبالی شیعیان قوم قرار می گیرد و در قوم هم شیعیان خوبی زندگی می‌کردند هرچند قبل از اسلام در اینجا قلعه بوده که زردشتی زندگی می‌کردند اما وقتی اشعری ها و تعداد اصادات و علوی ها در قوم می آید بعد از پذیرفتن اسلام و گسترش اسلام و ورود اسلام در قوم شیعیان میآید و اینجا می شود یک مکان امنی برای شیعیان و یک مرکزی مهمی برای شیعیان می شود در قوم وقتی تشریف میاورند می آورند که در شیعیان مورد استقبال قرار دادن و در خانه موسا که حالا بیت النور نامیده می شود در اینجا برای عبادت می آید و مشغول عبادت می شود و در زیم امامت را تبلیغ می کند و آدمایی بودن می آمدن سوالات داشتن پاسخ می دادن اونها را و روز در همین شهر مقدس قوم باقی می ماند تا جان را به جانان تسلیم می کند و بعد در همین مکانی که حالا معروف هست اون زمان یک باقی بوده و دور از شهر بوده اینجا به خاک می و در اینجا این مرقد متحر آثار و برکات زیادی داشته که پایان بخشی صحبت ما همین آثار و برکاتی که به خاطری این قبر نورانی و به وجود حضرت فاطمه معصوم صلوات الله و سلام علیه ها متوجهی مسلمانان و شیعیان می شود. آثار و برکاتی که می شود بیان کرد اینکه آثار اقتصادی هست این رو می شود مختلف گسترش شهر را در همین جا بیان کرد و این همه شغله هایی که ایجاد شد و سوقات هایی که زائرین می آیند و خریداری می کنند و این خودش برکاتی داشته از لحاظ اقتصادی که به برکت همین وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها می باشد آثار و برکات دومی را که می توان بیان کرد آثار علمیه یعنی به برکت صاحت مقدس حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها تعدادی از محدثان همین جا هستند علمای بزرگ و حوزه علمیه ای که در اینجا شکل گرفت و این آثار و برکات اندکی نیست و اینجا یک پایگاهی ای می شود این همه مراکز چاب خانه ها مراکز تحقیقاتی و علمی که امروزه در قوم هست و این همه دانشمندان و عالمانی که از سراسر جهان در اینجا حضور دارند و همین اکنون بیش از صد کشوری جهان در اینجا طلبه دارند و اینها مشغولی فراگیری معارف اهل بیت علیه السلام می باشد و این خود یک بستر فرهنگی را به وجود آورده که در یک جا در یک شهر به برکت ساحت مقدس و حرم متحر حضرت فاطمه صلوات و صلوات الله و سلام علیها از صد کشور با فرهنگ های گوناگون بیاید در اینجا و با هم تبادل فرهنگی داشته باشد گفتگوهای فرهنگی داشته باشد و با مشکلات جهان اسلام و کشورهای مختلف آشنا بشود این برکتی بسیار بزرگی است که در پرتوی وجود همین حرم مقدس امکان پذیر می شود و در همین جا می شود به برکات اجتماعی اشاره کرد که زائرینی که از جاهای مختلف از داخل و خارج در اینجا می آید و یک همدیلی و وحدتی که در اینجا شکل می گیرد اینا از برکات زیادی است که به خاطر وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها متوجهی جهان اسلام و شیعیان می شود انشاءالله که همه ما از زائرین واقعی حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام و باشیم و مورد شفاعت حضرت قرار بگیریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.